ویدیو لو رفته از عصبانیت و رفتار بیادبانه رها اعتمادی در برابر گوگوش. با ما تو این ویدیو همراه باشید. این فیلم رو که توسط محمود قربانی شوهر اول گوگوش افشا شده رو با هم میبینیم و راجبش صحبت میکنیم. شما هم برای اینکه ویدیوهای بعدی کانال رو از دست ندید حتما همین الان کانال رو سابسکرایب کنید. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کامتون باشه. یه ویدیوی توسط محمود قربانی شوهر اول گوگوش چند روز قبل منتشر شد که خیلی هم ویدیوش وایرال شد، که توی این ویدیوی که یه ویدیوی لو رفته از رها اعتمادی شوهر جوان و جدید گوگوش هستش، اونو در کنار گوگوش در حال انجام یه سری کار اداری نشون میده که بعد از اتمام کار رها با عصبانیت مدارک رو میگیره و بدون اینکه به گوگوش توجهی بکنه جلوتر از اون محل رو ترک میکنه. که بریم اول این ویدیو رو با هم ببینیم، بعدش در موردش صحبت میکنم. رها اعتمادی که اکثرا اون رو به عنوان مجری برنامه آکادمی گوگوش شبکه مناتو میشناسید، از همون 10-12 سال پیش همکاری هایی رو با گوگوش آغاز کرد و توی عناوین مختلف مثل شاعر و همکار و تهیه کننده و اینا با گوگوش همکاری هایی داشت و خیلی ها همون موقع هم میگفتن که این دو نفر علارغم اختلاف سنی زیادی که با هم دارن با هم ازدواج کردن، که البته بارها توسط افراد مختلف تکذیب شد. ولی در نهایت بعد از مصاحبه جنجالی که گوگوش یکی دو ماه پیش انجام داده بود، محمود قربانی شوهر اول گوگوش افشا کرد که این دو نفر سالهاست که با هم ازدواج کردن. الانم که توی این ویدیویی که محمود قربانی منتشر کرده، این دو نفر در کنار هم به شکل خیلی غیر متعارفی دیده میشن و مشخصه که رها اعتمادی از یه چیزی عصبانیته و رفتار خیلی پرخاشگرانه ای رو با گوگوش انجام میده. نظر شما چیه دوستان؟ حتما نظرتون رو تو بخش کامنت ها برام بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.